در این مستند قصد داریم با یکی از کارهای قدیمی شهر مشهد آشنا شویم. از غرب شهر تا شمال شرق کاری وجود دارد که آن را با نام چهل بازی می شناسند. به نقطه شروع آن می رویم. اینجا بند گلستان است، بنای تاریخی که قدمت آن به حدود 500 سال قبل می رسد. می گویند هدف از احداث این بند آبیاری اراضی کشاورزی پایین دست بوده. مصالح اصلی به کار رفته در بند آجر، سنگ، آهک، شن و خاک است. صخره‌ای که در طرف خارجی آن واقع شده حکم پشتیبان محکمی را برای بند دارد. طول بند در قسمت پایه در کف رودخانه 30 متر و در بالای تاج 130 متر است. ضخامت سد در بالا 10.5 متر و در پایین به حدود 25 متر می رسد. ارتفاع سرریز بند 20 متر از بستر منظور شده. حجم مفید مخزن سد با در نظر گرفتن رسوبات 1.5 میلیون متر مکعب برآورد می شود. این بند جزو موقوفات امام رضا علیه السلام به شمار می رود. خروج آب این بند در سالهای پربارش به صورت سرریز و از طریق کال چهل بازه است. از بند گلستان دور می شویم و در مسیر کال چهل بازه قرار می گیریم. این مسیر از دو طرف به وسیله دیوار باغ ویلاها محصور شده. عرض کال گاه به حدود 15 متر می رسد. ما از طریق خیابان امام رضای 24 خودمان را به تقاطع چهل بازه می رسانیم تا از فاصله نزدیکتری وضعیت این منطقه را مشاهده کنیم. اکنون ما حدود 300 متر از بند فاصله گرفته ایم و بر روی اولین پل قرار داریم. از این نقطه راهمان را به سوی بوستان وکیل آباد ادامه می دهیم. اینجا منطقه ییلاقی و خوش آب و هواست که از قدیمی ترین تفریحگاه های شهر مشهد به شمار می رود. بوستان 70 هکتاری وکیل آباد توسط مالک آن یعنی حاج حسین ملک وقف شده. علاوه بر کال فصلی چهل بازه که از کنار بوستان عبور می کند، قناتی قدیمی هم سیراب کننده درختان بسیار کهنسال آن بوده است. مشهدی های قدیمی خاطرات بسیاری از اینجا دارند. آبی که از سرریز بند گلستان به اینجا می رسیده به طور میانگین با عرض 10 متر و در سالهای پربارش با عمقی تا حدود نیم متر از بوستان گذر می کرده و از انتهای بوستان خارج می شده. البته در سالهای اخیر و با کاهش بارندگی ها دیگر خبری از آن آب روان نیست. این پل در اوایل دهه چهل و روی کال چهل بازه ساخته شده و شهر مشهد را به ییلاقات ترقبه و شاندیز متصل می کند. دارای سه دهنه حدوداً 8 متری است. عرض کال در زیر آن حدود 25 متر است. نکته جالب توجه آنکه با طراحی و محاسبه دقیق در تمامی سالیان گذشته پاسخگوی میزان آب عبوری بوده. به یقین مهندسان آن زمان در مطالعات خود سابقه چند صد ساله مسیل و نیز شرایط تخلیه آب از بند 500 ساله گلستان را در نظر داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب به دلیل افزایش حجم ترافیک عبوری از این مسیر پل جدیدی با نام مهندس پرتویی احداث شده که علاوه بر خودروها قطار شهری نیز از روی آن عبور می کند. عرض در نظر گرفته شده برای کال چهل بازه در زیر این پل با توجه به فاصله صخره های دو طرف که پل به آنها اتکا دارد حدود 70 متر است. این تصویر هوایی در سال 1381 و پس از یک بارندگی بهاری گرفته شده. حجم روان‌آب در زیر پل به خوبی مشهود است. از سراحی ترقبه شاندیز کمی فاصله می‌گیریم و همراه با کال چهل بازه به محل دائمی نمایشگاه‌های مشهد می‌رسیم که در سال 1377 تأسیس شد.
بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی که از روی کال چهل بازه عبور می کند، تسهیل کننده اتصال مناطق شمالی تر به بولوار وکیل آباد است. عرض در نظر گرفته شده برای عبور روان‌آب‌های فصلی زیر این پل حدود 60 متر است. اما از سال 1395 شهرداری مشهد در این منطقه اقدام به احداث یک بوستان کرد. این بوستان بر اساس توافق با مالکان اراضی اطراف بستر و حریم کال چهل بازه و با در اختیار گرفتن چند هکتار از زمین‌هایی که دارای مالک حقیقی‌اند احداث شده و نقش بسزایی در پدید آمدن محیطی دلپذیر برای شهروندان دارد. نگفته نماند که اساس احداث این بوستان وجود رودخانه و آب است، اما به دلیل عدم وجود آب کافی که باید از سرریز بند گلستان به اینجا برسد، آب موجود در دریاچه آن معمولاً به صورت مصنوعی و به روش‌های دیگری تأمین می‌شود. گسترش بوستان تا محدوده پل شهید ستاری در دستور کار آینده شهرداری است. مالکان اراضی هم در این مسیر نهایت همکاری را داشتند. سفرمان را بر فراز کال چهل بازه ادامه می دهیم. از بوستان به طرف پل شهید ستاری می رویم. اینجا در برنامه‌های توسعه شهرداری قرار دارد و قرار است در آینده تبدیل به منطقه ای زیبا شود. به گذشته می رویم. از نزدیکی نمایشگاه و به موازات بولوار امام علی بر روی کال چهل بازه حرکت می کنیم. از بالا آب‌های سرگردان را می‌بینیم که در یک بستر نامناسب روانند. به زمان حال برمی‌گردیم. اینجا پل شهید ستاری است. این پل بزرگراه امام علی علیه السلام را به بولوار وکیل‌آباد و صیاد شیرازی متصل می‌کند. طول پل حدود 70 متر است. اما بخش ساماندهی شده یک کال برای عبور روان‌آب از زیر پل حدود 30 متر است. کال چهل بازه را از پل ستاری به طرف تقاطع دانشجو دنبال می کنیم. همانطور که در تصاویر دیده می شود، از اینجا به بعد کال شکل منظم‌تری به خود می گیرد. این ناحیه در حد فاصل بزرگراه امام علی و آموزگار قرار گرفته. راه دسترسی به زمین ها از انتهای بولوار شهید فخرایی است. از چند سال قبل با اقدامات یکی از دستگاه‌های دولتی بستر کال با در نظر گرفتن عرض مناسب از دو طرف محصور و دیوارچینی می شود. در نظریات کارشناسی عرض کال را 60 متر اعلام می کنند که با احتساب حریم لازم مجموع عرض مناسب برای بستر و حریم 100 متر تعیین می شود. این میزان از سوی قوه قضاییه هم مورد تأیید قرار گرفته. آنچه در تصاویر به خوبی دیده می شود، اراضی نسبتاً وسیعی است که هیچ گونه فعالیت عمرانی و شهرسازی بر روی آن انجام نشده. تنها جنب و جوشی که در این بخش به چشم می آید، حضور خودروهایی است که مدام در حال انتقال آب به سایر نقاط شهرند. رها شدن این زمین ها آن را به مکانی برای تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل و ظاهر ناخوشایندی ایجاد کرده. چه خوب است با همت مالکان و برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه های دولتی خیلی زود فعالیت های عمرانی و شهرسازی در اینجا شروع شود تا به زیباسازی شهر و رونق و آبادی این ناحیه با ارزش بیانجامد. به موازات کال چهل بازه و در بولوار امام علی علیه السلام به سمت شرق می رویم. از انتهای بولوار دانشجو وارد این مسیر می شویم. اولین سازه پلیست که بر روی کال ایجاد شده. در قسمت ورودی مسیر کال، طول پل برای عبور روان آبها حدود 20 متر است.
اما در سوی دیگر پل دانشجو کال تغییر شکل داده و تبدیل به کانالی سیمانی با دو شاخه می شود. شاخه اصلی آن به طرف چپ منحرف شده و به سوی منطقه قاسم آباد می رود که بعداً دنبال خواهیم کرد. اما شاخه دیگر با عرض حدودی 7 متر به طرف بلوار سید رضی روان می شود. در همین نقطه از مدتی قبل شهرداری مشهد دست به کار احداث بوستانی با نام برکت شده. کانال را دنبال می کنیم تا به تقاطع سید رضی برسیم. این تصاویر هوایی در سال 1381 گرفته شده. اینجا شاخه فرعی کال به خوبی دیده می شود. البته در تصاویر آن زمان هنوز خبری از بلوار آموزگار نیست. سالها بعد به موازات کال بلوار آموزگار احداث می شود. کال از تقاطع بلوار جلال آل احمد عبور کرده و با گذشتن از مناطق شرقی شهر مشهد به کشف رود ملحق می شود. همراه با شاخی اصلی کال چهل بازه از انتهای بلوار دانشجو به طرف شمال شرق شهر مشهد ادامه مسیر می دهیم. از اینجا به بعد کال به یک کانال سیمانی با عرض تقریبی 13 متر تبدیل می شود. از برخی خیابان‌های منطقه قاسم آباد عبور می کنیم. اکنون در تقاطع بلوار حجاب قرار داریم. از نگاه تصاویر قدیمی تر بلوار اندیشه را پشت سر می گذاریم. به جاده مشهد قوچان می رسیم. حالا کال به سوی کوی امام هادی هدایت می شود. باز هم تصاویر قدیمی تر و وضعیت کال تا میدان معراج. این هم تصاویر جدید از همین منطقه. با عبور از میدان معراج، کال چهل بازه در میان منطقه کوی حجت به مسیر خود ادامه می دهد تا کم کم از مناطق مسکونی شهر خارج شود. تا اینجا با کمک پروژه های عمرانی شهرداری، کال چهل بازه شکل کانال های منظم و سیمانی به خود گرفته بود. اما با اتمام منطقه مسکونی دوباره به همان شکل طبیعی خود ادامه مسیر می دهد تا از جوار منطقه خینعرب به خارج شهر هدایت شود. حالا به کشف رود رسیده ایم. کشف رود با همه مسائلی که برخی در حوزه بهداشت محیط زیست برایش ایجاد کردند. اینجا نقطه پایانی سفر 20 کیلومتری کال چهل بازه است.